شروع برد های نیوکاسل، شب بیداری های مهدی جرارد، تلاش برای رسیدن به صدر جدول. سلام و درود خداوند بر شما باد. پس از مدت های طولانی پس از یک اتفاقات الخراش و خیلی سخت برگشتیم که پارت 2 نجات نیوکاسل رو بریم و اینکه در این پارت مهدی به شدت آنالیز کرد و قبل از اینکه این ویدیو رو بگیرم رفتم آنالیز کردم تیمو ببینم که چه مشکلاتی داره، چیکار میتونیم بکنیم، چیکار میتونیم نکنیم. توی پارت قبلی مقابل اورتون مساوی کرده بودیم و در جدول نهم جدول شدیم. آقا من رفتم خدا وکیلی یه دونه چیز کردم، رفتم یه بررسی ریس کردم، دیدم که واقعا این ترکیب یه جاهایش میلنگه و دیدم کجاهایش میلنگه. دیدم آقای ایشون باید بره بیرون، فریزر که هیچی، ایشون بیاد تو، نه کو قشنگ تیم سه تا اوورال میره بالا. و اینکه آقای چیزا یا همون کیزای خودمون زیادی جلو هستن، آقای دمبله باید برن اینجا و ایشون هم آقای ویلسون که جدیدن ازش بدم اومده باید بره بیرون به جای ایشان، ولی تو تعویضی‌ها قرارش میدیم. دستور العمل‌های زده همرا هم تغییر بدیم و اینکه این رو بذاریم روی دوتا، اینه ما بذاریم روی تیک تاکو و اینکه مقابله با هدف کیزا رو بذاریم به اضافه مقابله با هدف ایشان. نه ایشان نبود، ایشان بود. امروز توی ورزشگاه جیمز پارک که جای ورزشگاه خودمون احتمالاً نمیدونم فکر کنم ورزشگاه خودمون آره ورزشگاه خودمون مقابل لیدز یونایتد بازی داریم. لیدز یونایتد دیگه توی جدول 11 هم همینطوری که داریم میبینید. میخوای بری عزیزم؟ آره عمرن، اگه من بذارم بری خاتمه دادم به مذاکره، هر مذاکره یا نقض کنین آقا، همه مذاکره ها رد و اینکه سیاست نقل و انتقالات هم مثلا رد همه. اینجا هیچ چیزی نمیشه زیر عکس من آقای مهدی جرارد، نمیشه موقع استفاده از تاکتیکای تهاجمی سبک دفاعی مهدی جرارد میشه همه دفاع. آره خب راست میگی. اولین بازی رو باید ببینم چی کاری من می‌خواستم بکنم، حالا یادم نیست چی کار می‌خواستم بکنم، ولی بریم. ساعت 3 بعد از ظهر بازی با لیدز یونایتد. خیلی خوب، بادیگارد‌ها رو می‌بینیم که در کنار ورزشگاه قرار گرفتن، بعض بازی قراره که محافظت کنن فدریکو گیازا که بهترین بازیکن و محبوب‌ترین بازیکن مدام ازش تحت ترکیب قرار داره مثل همیشه. یک نکته ریز داره که بعدا بهش میگم چرا کیزا رو اونجا قرار دادن. ولی بازی شروع میشه، آقا فدریکو گیازا پشت فوروارد قرار گرفته، بازی رو می‌رسونن به جناح راست، از اون سمت توپ رو نگه می‌دارن. زدش بازیکن ما رو، خطا رو میگیره آقای مهدی، پس خطا رو میگیره. مرسی آقا. ببین اینا بازیکنای جوون منن ولی قشنگ بازی میکنن. نکته مثبت کار اینه، بازی رو وسط میاره. این کی اندیدی واسه چی انقدر اومد آقای فدریکو کیزا؟ پاسشون یه خود شرکت میکنه، حالا میرسونم به وسط تر، میرسونم به جناح چپ، حالا آقای دمبله، دمبله به وسط به ماکسیمن، بابا بده پاسو بزنه تو گل دیگه. خوب فدریکو جان برو تو، آنگو فدریکو میدازه، حالا شوت. چقدر این بازیکن خوبه. پاس میرسونم رو به جلو به ماکسیمن، حالا به تیر دو، توی دروازه. مرسی مهدی جرارد، تشکرهایی که از مهدی جرارد میکنن و یک پشتک بالانس زیبا. ببین من باید حتما از همین الان یه دونه جایگزین واسه آقای کیزا پیدا کنم، چون بازیکن قرضی ما و نقطه عطف کار ماست. نمیدونم نقطه عطف معنیش چی میشه، ولی یه چیزی شنیده بودم گفتم بگم. نکن کیزا رو نگاه کن. بذار دو دقیقه ازت تعریف کنم. عجب آدمیه. میرسونه وسط تر. آقای دمبله پاسشو میندازه، چقدر هم زیبا فرستاد پاسشو توی در. فدریکو کیزا و هم میچرخه این بازیکن، خودش شوتو میزنه. چه بازیکن خوبیه کیزا، چه بازیکن خوبیه. تمام شد، تبریک، برد 2-8. تبریک به همه. خواهش میکنم مهدی جرارد کاری نکرد، این تیمی آزم بود، اول دومش هم میبرید. نواز چقدر میخوای؟ 34 تا سن نشه درست، اما من یه بازی کنه ستاره میخوام که تیم داشته باشه و به تیم کمک کنه، تجربیاتش رو انتقال بده به تیم، مثل آقای سید جلال حسینی، مثل آقای فراد مجیدی که اون موقع بود، مثل آقای الکریمی. ببین ایشون خوبه الان قیمتش، من 10 میلیون بهت میدم آقای نواز، 2 ساله میخوامت و اینکه حقوق سالیانت هم 5 میلیون میدم. ایشون هم میخوام نگاه کن، وینگر چپ، وینگر راست، هافبگ چپ، هافبگ راست و ایمه میتونه خوب بازی کنه، بزاف انگلیسی سالشه و اینکه نگاه کن تو رو خدا، وا یکم رو افته ولی سطح سازندگیش سطح 3. آقا بیا نزدیک مذاکراتی که انجام دادیم، وا نواس نیومد، داگلاس کاستا میاد، داگلاس کاستا میاد، قبول شرایط داگلاس کاستا همین الان وارد تیم شد.
در ورزشگاه چلسی بازی می‌کنیم ساعت 12 ظهر به اضافه اینکه این بازی خودمون بازی می‌کنیم. می‌خوام ببینم که می‌تونیم چلسی رو ببریم یا نمی‌تونیم ببریم. به به، در ورزشگاه چلسی مقابل نیوکاسل یونایتد، بهترین تیم جهان قرار بشه نیوکاسل یونایتد. ان شاءالله که سهامدارها بیان سهام این شرکت نیوکاسل رو بخرن و ما پولدار بشیم. با میدارن تکنیکی بازی میکنم، اما باید حواستون باشه این آقای ژکوی پدر سوخته جان علی ووی. بابا مسخره کردی خودتو، بزن هده بیست صاحبو، بزن جان من ووی. تیر دروازه، برسون سر جلو، حرکت کن تو اوم. اما شالله زبدری بزن تو گل، توی دروازه اینه. اما شالله آقای فدریکو الکیزا میچرخه، آقا زد، انصافا زد، مرسی داور، همین رو میخوام ازت، فقط میخوام عدالت رو رعایت کنی. خب آقای فدریکو کیزا اینجا میخوام گلش کن جان مهدی، گلش کن. چی بگم به دیگه، دوستت دارم. فدریکو کیزا پاسشو میده توی اون. ببین آقای فدریکو جا، من بهت اعتماد دارم گلش میکنی ها. وای کیزا بابا، پاستو درست بده دیگه، یه چیزو تو زد. اه نه دادیسو تو، آخرین فرصت مهدی، ببینم چی کار میکنی مهدی. فدریکو کیزا زدن کیزا رو، کسافت. هشتم جدول، آقا با آرسنال بازی، آرسنال به شدت قوی. آقای کنده قبل از مسابقه آرسنال گفته که چی، ما از خود راضی نیستیم، امروز قطعا برنده میشیم. چطوری از خودتون راضی نیستیم و برنده میشیم؟ من نمیدونم، اما بریم. اگر این بازیو نبریم چه داد خاص بگو بابا، ول کن، نمیخوام پاس تکنیکی بدی آخه. جو علی نزنه. وای وسط میاره فدریکو کیزا و عقب‌تر به خود فدریکو، میزنه و توی دروازه. بگیرین پارتیو، بگیرین کیه، ساکا داره میره. فدریکو سانسون گل بشه. این یسوز رو ما نگیریم یعنی کارمون تمامه. برو دمبله، دمبله برو ببینم چی کار میکنی، این همه سرعت داری ببینم چی کار میکنی. خاک تو سرت کنم، خاک تو سر من احمق تو رو دارم بازی میدونی. آقای دمبله جان یه کاری بکن، خب بیا برو کیزا جان دیگه. سوزو بزن بریم تو رخکن، من با اینا صحبت دارم. مرسی حالا به خودش سرزب توی دروازه. چقدر تو خنگی مهدی، نباید سرزب میزدی. چقدر تو یعنی دیگه کسافتی، دست همه رو پشت بستی. وای خدا برو تک به تک احمق بیا کمک. توی دروازه. مرسی دمبله، چه اوجی میگیره حالا دمبله. دمبله بودو ببینم. بزن کیزا، بزن تو گل. ماشاءالله کیزا، بهترین بازیکن زمین باید بشی تو. با کی باز داریم؟ تاتنهام. خودم باید بازی کنم. ساعت 8 در ورزشگاه تاتنهام، این سخت میکنه کارو. هریکین رو بگیر، فقط بچسب به هریکین. توپ به هریکین نرسه. مرسی. برو مکسیمین. من میگم بده مکسیمین، داره کدوم گوری پاسو میندازه. کور. میکشن زیر توپ. و از اون سمت رسونم به دمبله، پاس به وسط، هال شوت. چرا گل نمیخوره؟ توی دروازه. دومه جدول رو دارم میبرم، رو حالت سوپر استار. تمام.
کی بازی داریم؟ یه دونه بازی آسون بنداز. آسون بده. بذار ببینم کی میخواد بره. تیم من یکی بره بیرون، من میخوام چیز کنم. میخوای بری؟ چقدر میده بهت؟ خیلی. کی هستین دارم میدم بره؟ برو برو عزیز دارم، برو. قبول شرایط. میخوام بازیکن بخرم. خب 6 میلیون. حالا وقت بازیکن خریدنه. یه جوسوی فیچرتو چند یه دروازه‌بان قدر میخوام بخری یا. آقا بذار سومر. سومر جان بیا تو ترکیب ایل فوتبال من هستی. چقدر میگیری؟ 10 میلیون من بهت بیشترم میدم حتی. این میگه 4 میلیون. دو سال بعد میبندم. به اضافه اینکه 5 میلیون آقا بهت میدم. دو سال 5 میلیون بهت میدم. 13 میلیونم پیش. ان شاءالله که بیاد. اگر نیومدی با نواس هم میدونه صحبت میکنم که اگر نیومدی نواس رو بگیریم. خب تا اینا بیان ما بریم سراغ بازی. لستر سیتی 5 دفاع داره بازی میکنه، دو تا دی ام اف هم داره جلوی 5 تا دفاعش. یا علی واکش تو سرت میکنم با 5 تا دفاع دو تا دی ام اف فقط دو تا فوروارد ما رو 4-1 کرد. مدیریت تیم چی میگه؟ مذاکرات و اینا چی شد؟ آقا مذاکرات جوابش چی شد؟ نتیجهش چی شد؟ کدومشون اومدن کدومشون نیومدن؟ بوتاشون قبول کردن ولی نواس که گفته من چقدر میخوام؟ بودجه گفته 6300 میخوام. نمیتونم با 6300 6400 سومر 6400 میتونم بگیرم یا نمیتونم بگیرم؟ الان من بالاخره چیکار باید بکنم؟ چقدر باید بد بدم؟ شما کمبود بودجه داری نمیتونم بگیرم که صفحت اونانا کوشی اونانا رو بگی بازیکن جوون قدرتی نمی خدا وکلی جان 33 میلیون میخوای برو ببینیم اما 19 میلیون بیشتر بهت نمیدم اما حقوق سالیانتو باهات را میام. با یه تیم مسخره باز داریم که اگر اینا رو ببریم خوبه. دو هیچ بردیم. ششم جدول، ششم جدول. فریزر آقا واسه فریزر مشتری اومد بالاخره. فریزر جان برو گم چای زدم. خوش اومدی با پولت میگه دروازه‌بان می‌خریم. اونانا گفته 16 میلیون منتها که بهت 6 میلیون هم 6 میلیون سالیانه به جای 4 میلیون که من زده بودم. سومرم میتونم بگیرم و اما اونانا 24 سال یعنی 12 سال چقدر یعنی 10 سال از نواس حتی بزرگتر 8 سال از سومر قطعا اونانا رو میگیرم. دیونم اگه اونانا رو گرفتیم الان یا نگرفتیم من نفهمیدم. اگه اونانا نمیاد سومر رو بگیر. سومر جان شما بیا. این که نمیاد خب شما بیا. رسیدیم به نیم فصل و بازیکنان جدیدمون به همون اضافه شدن آقای سومر به اضافه آقای داگلاس کاستا که قراره پرقرقوس ای ام اف و وینگر چپ و راست و هافبک چپ و راست بهمون کمک کنه. ایشون در دروازه ما قرار میگیرن به اضافه اینکه جرارد هم میاد بهش دست میده خوش آمد میگه اینجا دیگه اونجا نیستش لیگ آلمان نیست اینجا لیگ انگلستان. ما تا همینجوری یادآوری کنم بدون دیگه پدرمون در مدین فصل ببینیم چی میگه بررسی نیم فصل. اگه بتونیم حرکت رو به جلو حفظ کنیم در رسیدن به هدف این فصل بسیار موفق خواهیم بود. برای به دست آوردن پاداش از هیچ تلاشی فروگذار نکنید. البته ما همه تلاش خود رو میکنیم. ببینم کی میتونم با 2 میلیون حقوقی که سالیانه میتونم بدم یه دونه بازیکن مثلا دفاع چپ یا دفاع راست بخرم. آقا اینو بگیر. نگاه کن کجا داره بازی میکنه. وای چقدر تو خوبی آقا تو هم بیا شروع مذاکره فقط میخرمت من. 18 میلیون آقا بهت میدم. 18 میلیون زیاده انصافا دیگه 16 میلیون بگی. 2 میلیون و 400 بهت میدم دو سال بعد میبندم. بیا خواهشم بیا. وای با من سیتی باز داریم. با من سیتی باز داریم. خب مذاکره قرارداد قسمت اول. مذاکره با نواس به خوبی پیش میره اما من فکر میکنم ما میتونیم بابا چی داریم میگیم من سومه رو گرفتم. بهمون کن کچل چی میگی تو؟ ساعت 3 بعد از ظهر در ورزشگاه اتحاد اگه شما نکنم ورزشگاه منچستر سیتی با من سیتی باز داریم و به اضافه اینکه بازیکنان جدید بودن در ترکیب اضافه شدن ترکیبمون شده این. ببینم یه لحظه چندم منچستر سیتی؟ منچستر سیتی دومه جدوله. منچستر سیتی دومه جدوله. تاتنهامو زدیم اومد پنجم. منچستر سیتی دومه بزنیمش میریم بالا. نه با بالا فاصله داریم هنوز کسافت. تاتنهام بالامونه. در ورزشگاه منچستر سیتی بازیه. منچستر یونایتد. یپس. منچستر سیتی و لیدز یونایتد. اه چی اسم تیمو چی بود؟ نیوکاسل یونایتد. همش یونایتد داره آدم حسابش خورد میشه. یو علی. اوک تو سر از میکنم بکش از همین الان جلو. مگه بهت نگفتم هالندو داشته باش احمد؟ بده پاس تو ببینم. مرسی پاس. مرسی خودت بیا اسکول. بزن توی دروازه. فدریکو کیزا. او نرسه شانس آوردم. حالا به وسط خود آقای دمبله حرکت میکنه. حالا سانت توی دروازه. مرسی دمبله. دو بر یک کامبک مهدی پی اس سی. فدریکو جان جان هر کی دوست داری گلش کن. اوکی دوست دارم.
تمام. دوم جدول بردم. آرسنال، تاتنهام، منچستر سیتی. مذاکره ناموفق بود. خدا رو شکر. چه زیبا. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشی. اگه از این ویدیو لذت بردی حتما لایک و ویدیو رو بزنید که با سپورت بعدی سریعتر بریم. و اینکه نظرات، انتقادات، هر چیزی که دلتون میخواد تو کامنت بنویسید. خدا نگهدار. شروع بردهای نیوکاسل. صبر کن. توی پارت قبلی مقابل اورتون آقا بازی و دو با انقدر نگو آقا جان هرکی سری ول کن دیگه حالا.